غروره، غرور صخره و اعتبار تاریخی، غرور صخره و اعتبار تاریخی، شکوه دره و افتخار تاریخی، محیط رعدی و جغرافیای طوفانی، محیط یورش و حماسه‌زار تاریخی. دگر یلان همه بر ایستگاه میمانند، از آن میان فقط تو قطار تاریخی. قدت ز عزم و تنت از ثبات لبریز است، بر این سرشتگیت ابتکار تاریخی. که خود حساب دگر در شمار تاریخی، نماند هیچ فروغی به قصه های قدیم، نماند هیچ فروغی به قصه های قدیم، تو آفتاب نوه در مدار تاریخی. غرور صخره ای و اعتبار تاریخی. ممنون از گروه نمایش که نمایش خورشید خاور را اجرا کردن، و سپاسگزاری ویژه هم از تمام خوبان و عزیزانی که در تلویزیون جهانی خورشید هستند، این فرصت و این امکان را فراهم کردند تا این برنامه امروز اجرا شود. سپاسگزار هستم از تمام عزیزایی که در بخش تکنیک و در تمام بخش ها در تلویزیون خورشید امروز در خدمت این برنامه ماندند. در این بخش از امید جوانان امروز، از امید مجاهدین گذشته و از یگانه یادگار قهرمان ملی افغانستان، امیر جوان جناب حاجی صاحب احمد مسعود صمیمانه خواهش میکنیم تا بیاین و صحبت هایشان پیشکش دوستان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسول الکریم. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه شما عزیزای حاضر در تالار، و همچنین سلام خدمت تمام بینندگان شبکه جهانی خورشید، و با امید صلح و امنیت در کشور عزیز ما افغانستان. در قدم نخست درود میفرستم بر روح تمام شهدای اسلام، از صدر اسلام تا الهال، و مخصوصا شهدای افغانستان، چه در قالب اردو، پلیس و امنیت، و مخصوصا احمد شاه مسعود استاد شهید، استاد عبدالعلی مزاری، و هزارها و هزارها شهید دیگه ما و شما. روحشان شاد و یادشان گرامی باد و راهشان پر رهرو باد. تصمیم به صحبت و سخنرانی نداشتم، اما وقتی که دیگه نمایش با عزت و نمایش فوق‌العاده و زیبای این برادرایی که با احساسات خود، با قلب خود، با جان خود، با وجود خود دیگه برنامه را اجرا کردن با کمترین امکانات، و اشکهایی که در چشم شما مجاهدین مدیدم که به یک ترتیب دیگه پیدا شد، و این تصمیم گرفتم که بیایم و چند صحبتی با هم داشته باشیم. در درجه اول من از امی دوستا و از امی تیم، از هاشمی صاحب و همه برادرها و عزیزا و خواهرام که زحمت کشیدن و بخیر انشالله وعده ماست و همکاری ماست که این شروع بخیر انشالله حرکتی است و شروع ایجاد بخیر انشالله مرکزی است که دیگه خدا بخواه هنرهای تجسمی ما و شما و هنرهای بصری ما و شما یک مرکز برای خود داشته باشه، و از این سال و بعد نمایش های اینچنینی و به مراتب بهتر، انیمیشن ها، فیلم ها، مستند ها بخیر انشالله تولید شوه، تا نسل جوان ما شاهد اینمی قصه ها و خاطراتی باشند که در بلیست بلیست، وجب وجب و متر متر این سرزمین اتفاق افتیده، و مردم قهرمان افغانستان در هر نقطه‌ای که بودند در مقابل تجاوز، در مقابل ظلم، در مقابل ستم و در مقابل استبداد، چه مقاومتی که نکردند، چه قهرمانی نکردند، چه فداکاری که نکردند، و ما و شما باید او را به یاد داشته باشیم و او را تعقیب بکنیم. وعده ما به تمام دوستا و برادرها همیز که بخیر انشالله هم در محور بنیاد شهید مسعود و هم بخیر انشالله با تلاش تمام همکارا و دوستای دیگه، بخیر امی مرکز و امی راه را ادامه میتیم و انشالله دستاوردهای بیشتر و بهتری را خدمت شما عرضه میکنیم. بخش دوم صحبتم در ارتباط دیگه امی دوستایی هستند که تقریبا در دو ماه امی زحمت کشیدن، آمدن، اجرا کردن، یک بخش، یک بود، یک لحظه از زندگی قهرمان ملی را برنمایش گذاشتن. شخصیتی که امروز دیگه ما و شما، برای همه ما، چه اگر ازبک هستیم، چه تاجیک هستیم، چه پشتون هستیم، چه هزاره هستیم، چه ترکمن هستیم، چه عرب هستیم، چه شیعه هستیم، چه سنی هستیم، یک نقطه وحدت شده.
اما قسمی که در دوران جهاد یک نقطه وحدت بود، دوران مقاومت نقطه وحدت بود، تمام توطئه ها، تجاوز ها، تلاش ها برای نفاق ایجاد کردن در بین ملت ما و به یک ترتیب حاکم شدن در بین ملت ما و سرکوب کردن ملت ما، امین نقطه وحدت باعث پیروزی، استقلال و آزادی ما و شما شده بود. بعد از اونا و بعد از شهادتشان تلاش های بسیار کوشش داشت تا بخواین که وجهه اونا را و به یک ترتیب تصویر اونا را قومی بسازن، سمتی بسازن، گروهی بسازن، تنظیمی بسازن، حزبی بسازن. اما الحمدلله بعد از 20 سال ما و شما میبینیم که این نمایش فوق‌العاده و این جوانهای رشید و این هماهنگی و یک ترتیب تیم فوق‌العاده که متشکل از اقوام مختلف و مذهبای مختلف هستیم، نشان ازی دادیم که ما باورمند امو خط، امو آرمان و امو راه هستیم و هرچی قید توطئه را دشمن به کار بگیره، اما قدر توطئه‌هایشان الحمدلله ناکام است و انشاءالله ناکام میمانه. من بازم تشکری میکنم از تک تک شما دوستا و برادرها و بخیر انشاءالله ما و شما برای سال بعد کارهای فوق‌العاده و بهتر و بخیر برنامه‌های دیگه منظم و بهتری را انشاءالله روی دست میگیریم. من از تلویزیون دیگه خورشید و از تمام دستاندارکاران تلویزیون جهانی خورشید و برادرام تشکری میکنم صمیمانه. خداوند خیرتان بتن. فقط در ارتباط قضایای فعلی افغانستان یک جمله که لازم میدونم بگویم که تمام این تصاویری را که دیدیم، مبارزاتی را دیدیم، احساسات احمد شاه مسعود را که دیدیم و باوری که ما پیدا کردیم و داریم، پدرم هیچ وقتی با عشق و با علاقه به جنگ مبارزه نکرده. تمام مبارزاتش به خاطر صلح و سعادت افغانستان بوده. بازم ما و شما در شرف یک صلح دیگه قرار داریم. ما پیام ما و خواستم از تمام دوستایی که مسئول بحث صلح هستند و تمام رهبرا و عزیزا، بایست که اتحاد و اتفاقی را که در زمان احمد شاه مسعود داشتیم آلیان باید در بین خود حفظ بکنیم و بحث بعدی که همه طرف ها باید با این دید عمل بکنن که افغانستان به اندازه کافی جنگ را دیده، به اندازه کافی مصیبت را دیده، اندازه کافی بدبختی را دیده، به اندازه کافی جوانای ما در آبهای یونان ایسونوسون غرق شدن، به اندازه کافی جوانای ما در زیر پلها به اعتیاد و به یک ترتیب روی آوردن، به اندازه کافی سرمایه های این ملت دیگه به خاطر جنگ مصرف شده. وقتش است که تفنگ کنار بگذاریم، جنگ کنار بگذاریم، بیا بیم به خاطر سعادت و سلامت افغانستان از خود گذری بکنیم. چند روز قبل امروی تلویزیون خورشید مصاحبه داشتیم و در روز اعلان کردم، یک بار دیگه میجا اعلان میکنم، تمام مسببین و کسایی که در شهادت پدر ما نقش داشتن حاضر هستم ببخشم به نمایندگی از خانواده خود و ملت مجاهد افغانستان، حاضر هستم ببخشم به خاطر سعادت افغانستان و صلح افغانستان. به خاطری که این آرزوی پدرم بود، بار بار و بار بار به خاطر صلح تلاش کرده بود. اما در عین حال اگر خدای ناخواسته صلح وسیله و جنگ شود، صلح وسیله بر استبداد شود، صلح وسیله بر تزویر شود، صلح وسیله بر یک ظلم دوباره، یک به یک ترتیب جنجال دوباره و جنگ دوباره شود، امریکایی باشه نباشه، نیروهای ائتلاف باشن نباشن، پیمانهای امنیتی با افغانستان بر او پایبند باشن نباشن، ملت افغانستان تنها امو قسمی که در نمایش دیدین بدون امریکایی و چینایی در مقابل تجاوز سرخ استاد شد، ملت افغانستان به تنهایی در مقابل تجاوز سیاه استاد شد، ملت افغانستان در مقابل هر گونه تجاوزی، هر گونه زورگویی یک بار دیگه هم استاد میشه و ما فرزندان او شاد استاد میشیم. الله اکبر. با این که روحیه صلح جویانه داریم، خواستار صلح هستیم، خواستار ختم جنگ هستیم، اما در عین حال آماده دفاع از وطنمان هستیم. پیام و تمام بزرگا و مسئولین در ختم کلام همیست که صلح یک فرصت طلایی بل حل معضلات افغانستان است. معضل افغانستان طلا ختم جنگ یک طرف با طرف دیگه نیست. بیاین که یک ریشه‌یابی دقیق‌تر صورت بگیره و معضل اصلی کشور و مشکل اصلی کشور که به زعم قهرمان ملی و شهدای ما و شما و مجاهدین ما و تجربه دو دهه گذشته که ما با حضور نیروهای ائتلاف و نیروهای دیگه بین‌المللی در کشور ما
حداقل در دهه اول نگرانی و تشویش امنیتی نداشتیم، تشویش اقتصادی را نداشتیم، کمک های بین المللی سرازیر می شد، اما باز هم افغانستان نتانست به سعادت و سلامت برسه. لحاظا نیاز به ایسته که بیشتر تحقیق کنیم و فرصت به یک ترتیب غنیمت بشماریم و از این فرصت طلایی برای حل بحران اصلی افغانستان انشالله کوشش شوه و راه حل پیدا شوه که سلامت و سعادت افغانستان و نسل آیندهش تضمین شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. با سپاس فراوان از امیر جوان احمد مسعود، یادگار یک قهرمان ملی افغانستان، بابت سخنان گوهربارشان. مسئله این که ما به نتیجه راستین نمی رسیم، به توافق به هم نمی رسیم، مسئله اصلی این است که ما زبان هم را نمی فهمیم. ما نمی فهمیم وجه مشترک من چیست، روی چه چیز باید تفاهم کرد. ما طرح پلان استراتژی برای آینده کشورمان نداریم. به همین خاطر است که بر سر زبانها و چیزهای خیلی ناچیز و اندک به جان هم افتاده ایم. مثل این که مولانا در مورد جنگ ترک و رومی و عرب میگم: چهار کس را داد مردی یک درم، هر کدام از شهر افتاده به هم. پارسی گفتا از این چون وارهیم، این درم را تا به انگوری دهیم. آن عرب گفتا که ما زلا و لا، من عنب خواهم نه انگور ای دغا. وان که ترکی بود گفت ای عزم، من نمی خواهم عنب، خواهم عزم. وان که رومی بود گفت این قیل را ترک کن، خواهم من استافیل را. هر چهار اینها یک چیز می‌خواستند و آن هم انگور بود که به زبان‌های مختلف او را بیان می‌کردند. ولی در تنازع مشت بر هم می‌زند، چون ز سر نام‌ها غافل بودند. صاحب سر عزیز صد زبان، گر بودی آنجا بدادی صلحشان. پس بگفتشان که من زین یک درم، آرزوی جملتان را می‌خرم. صاحب سری که مولانا بیان می‌کنه، می‌تونیم بگوییم او صاحب سر در حقیقت قهرمان ملی کشور بود که زبان همه من و شما را درک کرده بود که ما چه می‌خواهیم و چه نیاز داریم، که همانا صلح و تأمین ثبات در کشور بود. این صاحب سری که مولانا بیان میکنه، همین صاحب سری است که میان ترک و رومی و عرب که بر جان هم افتاده بودند به خاطر به دست آوردن یک چیز ولی با زبان‌های مختلف را بیان میکردند، قهرمان ملی کشور میتونه باشد. از آن در بخش دیگر از برنامه قرار داریم که بخش خوانش شعر است و برای آغاز این بخش از استاد بزرگوار استاد افسر رهبین خوشمند استم تا روی استیج آمده و شعرشان را بر ما به خوانش بگیرن. به افتخارشان. پرواز دل به سوی دری می برد مرا، من خود نمی روم دیگری می برد مرا. به نام خدای بخشاینده مهربان، عرض سلام و درود به دوستان عزیز. با دیدن نمایش بسیار جالب عزیزان که چند از پیش اینجا انجام شد، ما در یک رویای عجیب فرو رفتیم و در قصه هایی که بیشتر به افسانه ها مانند است. ما فکر میکنیم که دیگه احمد شاه مسعود هم یک افسانه بود و چنان کرده ها و گفته ها و باورها هم. و اما باید داشت که پسر کو ندارد نشان از پدر. ما باور داریم آنچنان که احمد مسعود کلاه کج مانند عام صاحب شهید داره، در پایگاه مقاومت نیز چنین و چنان راست بیستند و اگر راست ایستادند، ما از همین جا به ایشان اعلام بیعت میکنیم. ما در اینجا خدمت شما شاید بر اولین بار است که دو بیتی میخوانم. به باور بنده مقاومت در سطح جهان، حتی اگر از مقاومت فلسطین عبور بکنیم در تاریخ معاصر، هر باری که نام مقاومت به زبان می آید ممکن نیست ما احمد شاه مسعود به یاد ما نیاید و ممکن نیست با آن که پهنه
خطوط مقاومت از شمالی تا دریای آمو بوده، ولی هرگز نمیتوان فراموش کرد که مقاومت با نام شمالی هم گره خورده. ما چند تا دویتی هایی که مرتبط به این روزگار است میخوانم خدمت شما. شمالی خانم و بسیار خانم، شمالی از دل افگار خانم، بروی تخت استالف نشینم، سراسر از کلاه یار خانم. شب از تو کوه و دامن در گرفته، درخت و تاک و خرمن در گرفته، زمین آتشندود شمالی به زیر پای دشمن در گرفته. کلاه کج عیاری خواهد ای مرد، هوای سربداری خواهد ای مرد، پلنگی پوشی و گردن فرازی دل شیر شکاری خواهد ای مرد. امیدوار هستم حوصله داشته باشین. گذر سوی گذر کردی نکردی، دکو را پشت سر کردی نکردی، پل صوفیان تو را فریاد دارد، چریکان را خبر کردی نکردی. سرت بالا بکن رویت ببینم، کمان و تاق ابرویت ببینم، کجا ای کاکای ملک خراسان حریف زور بازویت ببینم. تو را کوه و کمر فریاد دارد، همه دیوار در فریاد دارد، یکی با دیده خونی نشسته، یکی با چشم تر فریاد دارد. تو رفتی رونق میخانه بشکست، سبو خالی شد و پیمانه بشکست، نه رندی ماند و نه بازار رندان، سر مست و دل دیوانه بشکست. بچینم لاله در دامن بچینم، گل یادت زکو دامن بچینم، چری که سایه بردار شمالی، غمت را خوشه در خرمن بچینم. سر من صدقه دور کلاهت، نمی آیی که بنشینم براحت. مریدت گشتم ای شاه مسعود، مجاور می شوم در بارگاهت. و دو سه تا ربایی است می خوانم و تمام می کنم. از یاد تو شیهه می کشد هندوکش، پیراهن سنگ می درد هندوکش، تا برف غم تو آب گردد از درد، هر سنبله ناله می زند هندوکش. ماییم که گل زند خدا بر سر ما، صد غنچه خون شکفته بر پیکر ما، وابسته خیش و از تعلق آزاد، جز عشق نبشته نیست بر دفتر ما. سرباز شدن سلای سنگر خواهد، افسانه جنگ هم سکندر خواهد. مسعود نمی شود کسی لیک وطن، یک مرد کمانکش دلاور خواهد. سیلی که کشد شرار نمرود کجاست، بت جلوه کند شکوه محمود کجاست. این بیشه پر از هجوم کفتاران شد، رفتار پلنگوار مسعود کجاست. تشکر. از جناب استاد رهبین صمیمانه تشکر میکنیم با دو بیتی ها و ربایی های زیبایی که سرودن. از فرزانه مرد دیگه و شاعر فرزانه دیگه افغانستان که روزگار مفهوم سرخ تیرباران را سروده بود، جناب استاد جاوید فرهاد صمیمانه خواهش میکنم بیان و شعر بخوانند. به نام خداوند دانا و یکتا و توانا. چیزی که در مورد زنده یاد احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان شنیدیم که حافظ را دوست داشت و گاه گاه یا هر از گاه به دیوان
رند شیراز تفعول میزد و حافظ میخواند و قطعه که سروده شده سپید است، شعر سپید است، تنها برای مسعود سروده شده. نیستی اما جای خالی پاهایت بر سطح زمین درد میکند، تفنگت را نامردها بر دوش میکشند و قلب گنجشکان را نشانه میگیرند. آدم ها به تقلید از تو کلاهشان را کج میگذارند و حافظ میخوانند، ولی بیخبر از این که نهر که طرف کلاه کج نهاد و تان نشست، کلاه داری و آیین سروری داند. و سوک سرود دیگه که غزل است: بعد از تو دست و پای زمین درد می کند، بعد از تو دست و پای زمین درد می کند، این زخم ناصبور لعین درد می کند. رفتی و با عبور تو در کوچه های شک پاهای بیشمار یقین درد می کند. گاه دوبال کفتر و گاه صدای آب، گاه دوبال کفتر و گاه صدای آب، هر چیز در غروب حزین درد می کند. تاریخ از سکوت تو دلتنگ می شود، تاریخ از سکوت تو دلتنگ می شود، وقت غرور نسل نوین درد می کند. ای عشق ناشیانه بگویم، بیا ببین روح میان نبض جنین درد می کند. بعد از تو در سکوت همه قابهای یاد، بعد از تو در سکوت همه قابهای یاد، تصویر لحظه های پسین درد می کند. سپاسگزارم. خیلی سپاس از استاد بزرگوار. سفر به خیر خدا حافظ ای مسافر من، فقط برای تو باید سرود عامر من. غمت به سینه و سنگ مزار خواهد ماند، سریچه تا به ابد داغدار خواهد ماند. تو را به گریه نشستم، تو را صدا کردم، برای خانه تنهاییت گلی آوردم. صدا زدیم و نیامد جواب فرمانده، چقدر خسته ای آری بخواب فرمانده. خیلی سپاس. و اکنون از آقای نجیب بارور، شاعر جوان کشور ما، خوشمند هستم تا روی استیج آمده و برای ما شعر به خوانش بگیرن. به افتخارشان. ز عمق فاجعه با آن که غافلیم هنوز، ز شور زار به دنبال حاصلیم هنوز. نه رسم و راه تو داریم و نیز خود چیزی، در این توهم خود مرده عاقلیم هنوز. به زعم خیش اگر راهیان راه تویم، به چشم اهل خردلیک باطلیم هنوز. از آن زمان که تو رفتی چراغ خاموش است، مسیر گم شده و پای در گلیم هنوز. یکی پس از تو کمر را نبست و پیش نشد، گره بروی گره ماند و مشکلیم هنوز. دوباره آمدم قهرمان که راز کنم، گریه درد دلم را دوباره باز کنم. اگرچه قصه زیاد است و درد بسیار است، سکوت کردم و روی شانم بار است. تو را بهار سرودم به ناکسان مسعود، تو را چنار سرودم به این خسان مسعود.
چنان که قدره بیاید به دامن یک رود، دوباره آمدم درد دل کنم مسعود. ز شور زار بگویم که در کویر غم است، و یا ز کشور خونین که غرق در ستم است. از ابتدای شکست و از انتهای سقوط، ز سرفرازی خس یا سر نگون بلود، ز صف شکستن یاران نیمه راه شما، و یا خمیدن سرهای بی کلاه شما. یکی دو جامعه ننگین اگر که دوختند، تو را و راه تو را بابتش فروختند. تمام مردم ما از شکست میگویند، و گام ها همگی از نشست میگویند. ز سرفرازی کاج بلند نیست خبر، پناه برد سپیدار روی دوش تبر. به هر که می نگرم غرق زندگی خود است، غلام گشته و در بند بندگی خود است. نگاه مادر سربازهای ما سرد است، پس از تو هر چه در این شهر دیدم درد است. یکی صدای تو را از گلوی خود نکشید، یکی به فلسفه دادخواهیت نرسید. همان که برد ولی هی شکست رهبر ماست، و چند بی هنر زرپرست رهبر ماست. ببخش حضرت مسعود، ناخلف شده ایم، هنای خون شما کرده دست رهبر ماست. ببخش حضرت مسعود، ناخلف شده ایم، هنای خون شما کرده دست رهبر ماست. برای کشتن ما دشمنان بلند شدند، همان که دید و به جایش نشست رهبر ماست. ز تاقهای شمالی شراب ساختند، مپرس جان برادر که مست رهبر ماست. پس از تو ساز شکستن رها شدن کردیم، همان که پای به زنجیر بست رهبر ماست. به خون خیش نوشتیم محشر آمدنیست، اگر چه منکر روز الست رهبر ماست. کرا بگویم از این زخم سینه چاکم، کسی که تیر گرفته بشست رهبر ماست. اگر چه زشت سخن گفتن از ادب دور است، مگر به حضرت سبحان که پست رهبر ماست. بیا دوباره به شب ماندگان چراغ بده، مسیر گم شدگان را ز خود سراغ بده. بیا دوباره که پژمردگان بلند شوند، رها از این همه بند این همه کمند شوند. بیا دوباره که تقدیر تازه بنویسی، مگر ز خواب تو تعبیر تازه بنویسی. بیا دوباره که پژمردگان بلند شوند، رها از این همه بند این همه کمند شوند. بیا دوباره که تقدیر تازه بنویسی، مگر ز خواب تو تعبیر تازه بنویسی. بیا که آمدنت فال دیگری بشود، مگر حضور تو اقبال دیگری بشود. بیا بدون شما لشکر یتیم شده، و سرفرازی ما قصه قدیم شده. مگر چه حیف که دیگر تو بر نمی گردی، به این کلاه زمین خورده سر نمی گردی. مگر چه حیف که تاریخ پیش خواهد راند، و از شهامت شمشیر قصه خواهد ماند. سوال کردم و هی خسته خسته خواب شدم، در عمق کوره دل سوختم کباب شدم. به خواب دیدمش اندوه بود در چشمش، عیان شد از پس آن چهره خوشش خشمش. به گریه گفتمش ای یار، ناخلف شده ایم، شکسته ایم، و پس از تو همه تلف شده ایم. پس از تو سنگر آژیر را رها کردیم، شکوه پرچم پامیر را رها کردیم. سکوت کرد و به اندوه گفت برخیزید، ز جسم خسته چنان روح گفت برخیزید. پیام آخر من گفت
بهر یاران است، برای لشکر در خیش مرده ویران است. برای هندوکش از من به انتباه بگو، سپس به هر یک یاران نیمه راه بگو. دوباره از پس آن صخره ها بلند شوید، دوباره مرد بیایید و سر بلند شوید. بگو مباد به زنجیرها پناه برید، مباد غافل از آن وسعت کمند شوید. چگونه بندگی بنده در سرشت شماست، دوباره مردم آزادگی پسند شوید. دوباره جمع شوید و به هم بپیوندید، به زانوان شکسته شکسته بند شوید. بگو مباد انا الحق نگفته پیر شوید، بدون دار بمیرید و ریشخند شوید. به هر که رست از این دام ها درود کنید، به آن که مانده در این بندها سمند شوید. به چشم آینه های غرور باز آیید و در شجاعت خود هر یکی دوچند شوید. به پاس خون هزاران هزار آزاده از آستانه افتادگی بلند شوید. شکر. صمیمانه تشکر میکنم از جناب نجیب بارور که با شعر خوب برنامه را رونق بیشتر بخشیدن، و تشکر از شما خوبم که خورشید را برای دیدن انتخاب کردین و عزیزانی که اینجا صبورانه تا پای برنامه هستن. ما در میان قصه های دوستا و یاران شهید احمد شاه مسعود از خلوت های و لحظات و ساعات شنیدیم فراوان که شهید احمد شاه مسعود گروه از یاران بسیار نزدیکش دعوت میکرد و فرصتهایی که با هم شعر میخواندن، چه بسا فلبدیهه شعر میگفتن و بزمهای زیبایی را میاراستن. تکه های فراوانی از او تا امروز هم روایت میشه که خوشی بخش کسایی ما که خبر نداریم، جوانای امروزی که مثلا هستیم خبر نداریم که قهرمان ملی افغانستان در او شرایط با جمعی از همسنگرایش چطور فکر میکردن به این مسائل و چطور همین مجالس هم میاراستن. چند روز پیش با فرصتی که جناب آریانفر صاحب، دکتر صاحب آریانفر و جناب معین سنگری در بنیاد داشتیم، بخشی از اینها روایت شد. خوشبختانه یکی از کسانی که در همین خلوت ها با جمع دیگه دوستا می بودن، چه بسا هم تا جایی که ما شنیدیم در گروه می بودن که مقابل شهید احمد شاه مسعود گاهی قرار می گرفتن، معلوم دار خاطرات فراوانی دارن، شخصیت فرزانه سرزمین جناب دکتر صاحب محی‌الدین مهدی است. ازشان صمیمانه خواهش می کنیم بیاین صحبت بفرمایین، اگر لازم می بینن لحظات از او خلوت ها را هم برای ما و شما تقسیم کنند. جناب دکتر صاحب محی‌الدین مهدی شخصیت فرزانه فرهنگی و عضو رهبری جمعیت اسلامی افغانستان. سلام و درود به حاضرین، حمد و سپاس خدای بزرگ را، صلوات به پیغمبر بازپسین و درود به شهدا و سالار شهدا قهرمان ملی احمد شاه مسعود. وقتی از این موقعیت زمانی به عقب نگاه میکنیم، بسیار چیزها و تصویرها را دگرگون میبینیم. دوستی در کنارم نشسته بود، هشدار داد نشوه گفت که تو هم شعر بخوانی. ولی باید بیاریم که 33 سال قبل در او عالم بی امکاناتی اگر من شاعر بوده باشم چی جای تشویش است. بزرگانی که شعر خواندن، جناب رهبین صاحب، جناب جاوید صاحب، فرهاد صاحب، جناب بارور صاحب، شعرهایی است که امروز سرودن. تا
تاریخ دیروز پیش چشمشان هست نگاه میکنن و میسرایان شعر. اما اگر یک چیز بی وزن و بی قافی از امو زمان گفته شد، از امو 30 چند سال قبل یک صحنه را اینجا بر ما نمایش دادن، بر ما ترک فضا و صحنه یک چیز گفته شد، ما گمان میکنم اگر با قریه ها و با ذوق شما صدمه برسانه از او لحاظ ببخشین، ولی تاریخ است، حقیقت است. آنهایی که قلم به دست میگیرند تا تاریخ او داره را بنویسند ناگزیر، از اینها چشم پوشیده نمیتونند و اینها را میخوانند و مینویسند تا نسل آینده را بخوانند. به هر حال به احترام او و دوست گرداننده که اشاره داشت به بعض شب نشینی ها، میگه دو قصه کوتاه و مختصر میگم، بعد آنچه که میخواهم او را میخوانم خدمت شما. عامر صاحب شهید این از قول یک از دوستا و یارایم که جناب سید عبدالکریم هاشمی است، یادشان گرامی، کاش در این مجلس تشریف می داشتن. یکی از خبرنگارا از پیشش پرسید اگر سفری در پیش داشته باشی و قرار باشد دو کتاب با خود بتانی ببری، چی را خود انتخاب کردی؟ بلا فاصله جواب داد که البته بعد از قرآن شریف، البته بعد از قرآن شریف شاهنامه و دیوان حافظ انتخاب خود کردم. این سخن نس روشن است، در این بسلا مبالغه و تصرف وجود نداره. سید عبدالکریم هاشمی زنده است، ازش بپرسین. اما در سال 1363 که او آتش بس معروف شکسته بود و قوای شوروی از زمین و آسمان و تمام مواضع مخصوصا و پنجشیر حمله کرد، مدت سپری شد و به تعبیر یکی از دوستان بزرگ جناب انجینر صاحب اسحاق که مشته بود در هوا زد و به اصطلاح از بازو خلع شد. حمله شوروی همین رقم تشبیه کرد محترم. بعد از او دوباره مجاهدین برگشتن به دره پنجشیر، چون نیمه همواری هایی که در پنجشیر وجود داره اونها را روس ها و قوای متحد و مشترکش و قوای دولت زمان افغانستان گرفته بود، در قسمت های بالای کوه قرارگاه ها دوباره احیا شد. در دره پارنده یک جای را هزار چشمه میگن، اگر اشتباه نکرده باشم جناب دکتر صاحب، درست است؟ هزار چشمه میگن یک سنگ کلانی در زیر شک به اصطلاح حفره بود. تابستان سال بود، هوای بسیار خوب بود، شب عمیزه میگذراندیم و مثل برخی از دوستا و مسئولین جبهات دعوت کرده بود غرض مشوره ها و هدایت های. باز شب یک جنریتره که بسیار کوچک بود، این جنریتره روشن میکردن، شهید قماندان نجم الدین میزبان بود. از امو علف های لب دریا چیزی رو به نام کرفش میگن، من هنوز استعمال میکنم، از او در دیگ میانداخت و او اشتها را بسیار زیاد میساخت و در او زمان به اصطلاح قحطی دچار مشکل میساخت ما مردم. به هر حال ایره به خاطر زیاد کردم که درود به روح او شهیدم بفرستیم. شبانه جنریتر روشن میشد و جناب عامر صاحب شهید محفل مشاعره برگزار میکردن. اون قسمه که گرداننده یاد کرد جناب معین الدین سنگری شاعر است، شاعره، صاحب دیوان و صاحب اثر است، شان تشریف داشتن. جناب ریگستانی سب که کاش می بودن،
تشریف داشتن. یکی از شهدای بزرگ ما سید امان الله هاشمی بود. در یک حادثه بمبارد در فرخار شهید شد. ایشان تشریف داشتن. من نمیدانم که حسین خان جناب شما بود این دوجا تشریف نداشتید. من هم در خدمت بودم. عامر صاحب تاوری کرد که دو صف شعرها را به دو صف تقسیم کرد. در یک صف جناب سنگری صاحب بود. در صف دیگر مرا مجبوراً قرار دادن. بعد شروع کردیم با مشاعره. گمان میکنم که جناب سنگری صاحب آغاز کردن. افتتاح از ایشان بود. خب بجای رسیدیم عامر صاحب شهید. همیشه یک جمله از او بایدم است که کسانی که شعر میگفتن و نزد از او میبردن میگفت که من خوش نجار نیستم ولی کجی دروازه را میفهمم. برای فهمیدن کجی دروازه ضرور نیست که آدم نجار باشه. همین وزنش خراب است، قافیهش خراب است. یک پا را به نیکویی میدانست عامر صاحب شهید. و در همین مسافه مشاعره جناب سنگری صاحب داشت. عامر صاحب شهید. یک جایی رسیدیم. خب ما گفتم که از مدد جستن بسیار تو سبحان الله برای سنگری صاحب گفتم. از مدد جستن بسیار تو سبحان الله. یعنی آقای هاشمی به اصطلاح راوی بود. و وقتی من نوشته میکردم بازو میدید بازو میخوان. به مصرع دومش مکس کرد. عامر صاحب شهید گفت بخوان. گفت چیزی که در خط است اگه اجازه باشه میخوانم. گفت بخوان. خوب من اون وقت گستاخی کرده بودم. گفته بودم که از مدد جستن بسیار تو سبحان الله تکیه بر عامر اشرار تو سبحان الله. عامر صاحب خنده کرد گفته بخوان. بعد آقای سنگری جواب بسیار سنگین بر من داد. گفت عامر مجلس ما عامر اسلام بود. قلب ناباور و بیمار تو سبحان الله. اما برای ما مجاهدین چیزی به نام مجلس پنجم شورای نظار یک فصل مهم تاریخ ماست. یک فصل پر از افتخار است برای ما. یک فصل است. یک فصل برای جدایی پیش از او حادثه و بعد از او حادثه. سال 1366 است. میشه 33 سال قبل از امروز. اگر در حیات سیاسی عامر صاحب توجه کنیم از آغاز جهاد شروع کنیم که 57 تا 66 9 سال گذشته است از جهاد. عامر صاحب بزرگی و عظمت در سیمایش از اون آغازها معلوم بود، روشن بود. ولی این حقیقت هم باید بپذیریم که عامر صاحب مثل هر پدیده دیگه در بستر زمان به اصطلاح پالایش یافت، در بستر زمان رشد کرد تا عامر صاحبی که در حادثه حاج بهاءالدین شهید شد و او عامر صاحبی که عالم خدمت شما عرض میکنم در جلسه پنجم شورای نظار تفاوتش بسیار زیاد بود. برحال، عامر صاحب شهید جلسه دایر کرد، برای جلسه آمادگی فراوان گرفت. از طرف شب در مکتب فرخار گلکاری میشد که تا تیارات کشف شوروی که در فضا میگشت نبینه که چی برنامه و پروگرام سر دست است. یک تالاری از خشت خام و پخته شاید بینیم وسط اونجا بنا شد به خاطر اجلاس پنجم. اجلاس 3 روز دوام داشت، 3 شب دوام داشت. روزانه هر کس پراگنده میشدیم در قرای مختلف فرخار. شبانه میامدیم در امی اجلاس. جناب دکتر صاحب تشریف داشتین فکر میکنم در او جلسه. شبانه میامدیم و امی جلسه بود. ما که او زمان ذوق شعر داشتم به اجازه جناب منصور صاحب یک چیزه که قطعه که کوتاهی را سرودم
یک دو بیتی معروف از علامه اقبال است. من همون دو بیتی را مخمس ساختم. بعد یکی از دوستا که دکلمه شعر خوب بلد بود به نام سید حبیب آقای صفوی، فعلا فکر میکنم کارمند وزارت خارجه است، ایشان امورا در اونجا قرائت کردن. اگر جناب منصور اجازه باشه من امورا قرائت میکنم، اگر نباشه ختم میکنم مجلس. به پیشوا باری که چرخ اختر شادی علم کشید، باری که چرخ اختر شادی علم کشید، گردون به کام فاقه ما شام سفره چید، خلق نشسته در طلبت از ره امید، نتوان ز چشم شوق رمید، ای الالیید، از صد نگاه براه تو دامی نهادند. باری که چرخ اختر شادی علم کشید، گردون به کام فاقه ما شام سفره چید، خلق نشسته در طلبت از ره امید، نتوان ز چشم شوق رمید، ای الالیید، از صد نگاه براه تو دامی نهادند. ای ره گشای ره روی در جستجوی گنج، ای مشعل امیدی ره تار و پرشکنج، ما در هوای پرتو بدر تو لحظه سنج، بر خود نظر گشاز توهی دامنی مرنج، در سینه تو ماه تمام نهادند. با عرض تشکر. خیلی سپاس از دکتر سید مهدی‌الدین مهدی، عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان و یکی از یاران قهرمان ملی کشور. اکنون از جناب جاوید کبرزانی، شاعر جوان، خواهشمند هستم تا روی استیج آمده و شعرشان را به خوانش بگیرند. به افتخارشان، کف محکم. از آن زمان که تو کردی سعود فرمانده، از آن زمان که تو کردی سعود فرمانده، غم آمده است به شهرت فرود فرمانده. سپاهیان تو را کاش که خدا هرگز، سپاهیان تو را کاش که خدا هرگز، به رفتن تو نمی آزمود فرمانده. هرگز گزافه نیست بگویم که جن و انس و ملک، هرگز گزافه نیست بگویم که جن و انس و ملک، به روح پاک تو گوید درود فرمانده، به روح پاک تو گوید درود فرمانده. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام و تحیت و صلوات ایزدی بر روان پاک معلم بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و یاران و اصحابشان، و التحاف دعا داریم بر روان پاک شهدای صدر اسلام تا امروز، به خصوص شهدای گلگون کفن افغانستان و رهبر و رهنمای شهدای جهاد و مقاومتمان استاد شهید و سردار شهدای جهاد و مقاومت قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود، روحشان شاد و یادشان ماندگار باد. عرض سلام صمیمانه محضر همه شما شعرا، ادبا، فرهنگیان، رهبری و اعضای بسیار پرتلاش و زحمتکش بنیاد شهید مسعود و همه شما عزیزا و اعضای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان. انشاءالله که همه شما جور و تندرست باشین، بر حال و برقرار باشین و اوضاع تقریبا ناخوشایند مملکت هم تقریبا به قناعت دل شما باشه. بخیر و سلامت باشین. شاعر نیم، فقط گهگاه شعر میخونم و امروز هم به مناسبت هفته شهید و سال روز شهادت قهرمان ملی کشور یک چند مصرع کوتاه از اشعار شاعر شال سفید هرات بزرگ آقای رستمی عزیز تقدیم حضور شما میکنم. گرچه هر کس میرود یک روز در یک گور تنگ، گرچه هر کس می رود یک روز در یک گور تنگ، زندگی نو می شود اما به پایانی قشنگ.
مقتدر حاضر جواب و سخت بودی عین کو. مقتدر حاضر جواب و سخت بودی عین کو، چیست در قاموس تو جز در جواب جنگ جنگ؟ مثل ناموسی که افتاده به دست دشمنان، مثل ناموسی که افتاده به دست دشمنان، در عزایت اشک و خون میرزد از میل تفنگ. با پکل آدم نخواهد شد شریکی مثل تو، با پکل آدم نخواهد شد شریکی مثل تو. فرق دارد سبزه های خار با باغ ولنگ، فرق دارد سبزه های باغ با خار ولنگ. دوستانت مثل سابق نیستند، آری چنان. دوستانت مثل سابق نیستند، آری چنان. کاغذی که قطه خورده در میان سطل رنگ. حضرت ساقی کجایی؟ حضرت ساقی کجایی تا ببینی بعد تو جام ما از بی شرابی کله می کوبد به سنگ؟ قهرمان مسعود تاریخ مجسم حسرتی، قهرمان مسعود تاریخ مجسم حسرتی، مانده از تو روی دلهامان چنان یک لایزنگ، مانده از تو روی دلهامان چنان یک لایزنگ. تشکر. ممنون از همه شما خوبا. شهید احمد شاه مسعود تنها قهرمان کسانی که هم نسلش بودن رفیقش بودن نیست و قهرمان یک قوم هم نیست، حتی گاهی که گفته میشه قهرمان یک سرزمین هم نیست، چون مبارزه شهید احمد شاه مسعود و یارایش و نتیجه کارش همه میدانیم که برای همه آزادگان در سراسر زمین برمیگرده. پس شهید احمد شاه مسعود قهرمان همه آزادگان است، کسانی که آزاد زیستن را دوست دارن و آزاد زندگی میکنن. جالبی است که بسیاری از جوانا و نوجوانا شاید راجع به زندگی شهید احمد شاه مسعود بیشتر نمیدانند و او را نمیشناسند به صورت عمیق، اما عاشق احمد شاه مسعود هستند. میبینیم که در کتابچه خودشان، در گوشی خودشان عکس از احمد شاه مسعود نگاه میکنن و او را دوست دارن، علاقمندش هستن. یکی از عزیزا، یکی از نوجوانای فرزانه که چندین سال است میشناسم، تصاویر شهید احمد شاه مسعود عاشقانه دیزاین میکنه و طرح برش میرزه و احمد شاه مسعود را دوست داره. این دوستیش هم اکتسابی است که خودش کسب کرده، هم از ورای صحبتایی که پدرش به عنوان یکی از یارا و یکی از همکارای فرهنگی شهید احمد شاه مسعود برش روایت کرده، او را میشناسه و او را دوست داره. این مصور بیگانه است، فرزند ارشد رحمت الله بیگانه. خواهش میکنم با افتخارشان کف بزنین. از مصور جان خواهش میکنم که یک بار روی استیج تشریف بیارن. فقط خواهش مایست جناب مصور عزیز که برای ما بگویی چرا قدر احمد شاه مسعود دوست داری. سلام خدمت دوستان. گرچه آماده یک رقم مرا شوکه ساختید، آماده نبودم که اینجا بیم. احمد شاه مسعود یک چی بگویم، رهبر دوست داشتنی هست دیگه. کارهایی که امسال گرچه چند کار کوتاهی به خاطر عامر صاحب یک چند دیزاینی کردیم و آمادگی داشتم به خاطر اجی سنبله، کوتاه یک دو مصرع شعر از که چند بارم خواندیم میخوانم براتون از بهرام ایمس اگر اجازه باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه یک چند جای دیگه ما دکلمه کردیم، ببخشیم که تکرار میشه. غرور و هیبت تو در دل سپاه تو نیست، کسی مراقب اندیشه ها و راه تو نیست. اگر به نام تو امروز جمع جارچیان مزاحمی همه شهرند، این گناه تو نیست. کسی به شکل تو باشد نمی شود مسعود، تمام مسئله در کفش و در کلاه تو نیست. کسی به شکل تو باشد نمی شود مسعود، تمام مسئله در کفش و در کلاه تو نیست.
کسی که دوست ندارد تو را دلش سنگ است، تو خود نمونه مهری و اشتباه تو نیست. تو را غرور و تو را افتخار میزیبد، تو را کلاه کج و اقتدار میزیبد. تو خاطرات منی، در زمان کودکیم تو قهرمان منی، قهرمان کودکیم. تمام مسئله یار با قیامت ماند، تو را ندیدم و دیدار با قیامت ماند. سخن ز معرکه در میان نمی آید، چنان تو در وطنم قهرمان نمی آید. کسی نمان بیمیدد به فکر باور تو، مصیبت است مصیبت به جان کشور تو. نشد کلاه بپوشم تفنگ بردارم، نشد شهید شوم در رکاب و سنگر تو. چقدر صاحب جا و جلال گردیدن، یکی یکی همه رزماورانت از بر تو. تو را به خاک سپردند و بعد عامر صاحب مپرس این که چه کردن در برابر تو. سفر به خیر، خدا حافظ ای مسافر من، فقط برای تو باید سرود عامر من. غمت به سینه و سنگ و مزار خواهد ماند، سریشه تا به ابد داغدار خواهد ماند. تو را به گریه نشستم، تو را صدا کردم، برای خانه تنهایت گل آوردم. صدا زدیم نیامد جواب، فرماندی چقدر خسته ای، آره بخواب فرماندی. تشکر از تشکر. تشکر از مصور بیگانه. امسال هم چندین کار از عکس‌های عامر صاحب طراحی کرده بودن که در شبکه‌های اجتماعی هم همگانی دوستان حتما می‌بینن. فقط سه عزیز و فرزانه مانده که اونا شعر می‌خوانند. دیگه باز بخش‌های دیگه که در برنامه است شامل یک نمایشگاه هم است و همچنان استقبال از شما او را هم باز انشاءالله در خدمت خواهیم بود. از یکی از عزیزانی که از راه بسیار دور از کاپیسای باستان لطف کردن تشریف آوردن، جناب استاد اکرم خاموش، خواهش می‌کنیم که بیاین و شعر بخوانند. پس از ایشان هم در خدمت جناب استاد آیت الله حیات و عبدالمنان خاوری خواهیم بود. جناب خاموش سیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک سلام سبز برای بزرگان جهاد مقاومت افغانستان، جوانان و بانوان گرامی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نوای نی بدل چنگ ندارد، نوای نی بدل چنگ ندارد، که بلبل شور آهنگ ندارد. چو پرپر شد گل زیبای پنشیر، بهار ما دیگر رنگ ندارد. پارچه شعر را خدمتتان به خوانش میگیرم که عنوانش از عقاب خونین پر. به حیرتم خدای من، چرا فضای میهنم پر از غبار گشته است؟ چرا نوای بلبلان نمی رسد به گوش ها؟ ببین اوزار غنچه ها چگونه زرد و زار گشته است. دل شکستم فسرده گشته، چون گیاه باد برده در فضا. به حیرتم خدای من، مگر عقاب سرفراز قله ها به خواب ناز رفته است؟ مگر زتون باد حادثات چون شفق به خون نشسته است؟ که بوم شب پرست و بی هدف کنار شاخه ها به خطا و فسون نشسته است. به حیرتم خدای من، چه فکر باطلی، چه خواب غافلی. ببین که بر فراز قله ها هزار در هزار عقاب های پرفشان و بی سکون نشسته است. به حیرتم خدای من، حراست از حریم این وطن رسالت عظیم و بس سترگ مردم است. حراست از حریم این وطن رسالت عظیم و بسترگ مردم است، که کشتیش شکسته وطن
از این تگرگ بی امان چگونه می رسد به ساحل نجات. با زحمت و تلاش و اتحاد و یک دلی. ممنون. ما به یک چیز افتخار می کنم که اگر قهرمان ملی افغانستان، سپه سالار شهدای افغانستان، شهید احمد شاه مسعود از کنار ما رفته، افتخار میکنم که جایش سبز است و فرزند ارشدش در کنار ما و شما است. به قول جناب منصور صاحب و دکتر صاحب مهدی که اگر اینا خط مشی شهید احمد شاه مسعود واقعا تعقیب بکنن که بدون شک تعقیب میکنن، ما شما حتما و ملت افغانستان از جمله رهروان از او خواهد بودیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی سپاس از شاعر خیلی مهربان ما، البته آقای اکرم خاموش. و در این قسمت از برنامه از جناب حیات الله حیات خوشمند استم تا روی استیج آمده و شعرشان را برای ما بخوانش بگیرن. به افتخارشان. خواهد، حوصله‌مندی شما را میخواییم سیم. برو سنجان خواهد که هیچ کس نباشه. بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان شعرگونه است، چون شعر یک سار انوال است، سرقت. چه شد که رونق بیت و ترانه دزدیدند؟ چه شد که رونق بیت و ترانه دزدیدند؟ ز متن شعر حس شاعرانه دزدیدند. با چشم باز نگر پاسبان و دزد یکیست، فروغ هستی از این سوی خانه دزدیدند. چگونه هدیه دهند انتحار و کشتن را؟ چرا شعور وطن را یگانه دزدیدند؟ در این سراچه همه هیچ و پوچ افگندند، متای نیک از این آشیانه دزدیدند. چه شد که باغز آوای مرغکان خالی است؟ بهار و جوشش گل زین میانه دزدیدند. ز مهر میهنم صد تا سرود میخواندم، چگونه عشق مرا عاشقانه دزدیدند؟ مگر که خواب رو بود آن جناب قانون را، متای حق و عدالت شبانه دزدیدند. شعار بزم تمدن پروژه های نو است، چگونه هستی ما مخفیانه دزدیدند؟ چه بی خبر که کجا رفت کاروان امید، متای قافله را ظالمانه دزدیدند. بسیار زیاد تشکر، دگاهش باشه بکنم وقت دیگه. تشکر از جناب حیات صاحب. در خدمت استاد عبدالمنان خاوری هستیم. صمیمانه خواهش میکنم تشریف بیارن. غزلواره دارم، امیر میخونم به اجازه عزیزا و اساسید محترم. میگه ای مردمان خسته و ای خلق وامدار، ای مردمان خسته و ای خلق وامدار، محکوم زندگانی و معدوم روزگار، شام شما به فجر سعادت نمی رسد، شام شما به فجر سعادت نمی رسد، با این سکوت هرزه در این بستر شرار، آب از سر شما شده صدها متر بلند، آب از سر شما شده صدها متر بلند، خواب گران به کام نهنگ است مرگبار. خوابیده اید بی خبر از سور مرگتان، خوابیده اید بی خبر از سور مرگتان، در انتظار مرحمت گرگ خونخوار. خیزید و عزم و جزم نیاکان خود کنید، آنان نبودند چون این سست و نابکار، آنان نخفتند سهر تا به نیم چاشت، آنان نبودند ندیم و دکاندار.
ممنون جناب استاد خاوری. فقط از جناب مصطفی رحمانی شاعر جوانم میخواییم که تشریف بیارن تا آمدن از اونها. برنامه امسال در همینجا به پایان میرسد. تشکر از همه عزیزا و همکارای شبکه جهانی خورشید که فرصت را مساعد کردن تا در خدمت دوستا بمانیم. از شما عزیزان و فرزانگانی که با صمیمیت و حوصله مندی تا پای برنامه بودین. یک بخش دیگه هم از برنامه که نمایشگاهی از نقاشی ها و رسامی های یکی از جوانانی سرزمین هم در محوطه شبکه جهانی تلویزیون خورشید برگزار شده، او هم منتظر دیدن و تماشای شماست و عزیزان ما مصریه بر شما آماده کردن. لطفا از خودتان استقبال کنین. شب و روزتان خوش. خدا نگهدارتان. ثنا و سپاس بر پروردگار آشکارا و نهان، سلام و صلوات بی کم و کاست بر پیام آور راستین آخر زمان و اصحاب ایشان و آل کرام الی یوم القیام. سلام عرض ادب خدمت همه بزرگان، شاعران، دوستان گرامی که در این محفل و بزرگداشت از 19 سال روز شهادت قهرمان ملی تشریف آوردند. با کسب اجازه از محضر همه بزرگان، یک شعری را که نوشتیم خدمتتان به خوانش میگیرم. همه هستند این کشور تو را کم دارد ای مسعود، همه هستند این کشور تو را کم دارد ای مسعود، میان سنگ سنگ دل فقط غم دارد ای مسعود، هوای شهر دلگیر است بی تو کوچه باغ عشق، به آغوش ظریف خود جهنم دارد ای مسعود، چریکانت همه خوابند اما کودک کشور به دست کوچکش بالله پرچم دارد ای مسعود، خراسانت به خون و خاک افتاده نمی بینی، خراسانت به خون و خاک افتاده نمی بینی، نبو مسلم خراسانی نرستم دارد ای مسعود، گل شادی دل پرپر شد و با عشق درگیر است، گل شادی دل پرپر شد و با عشق درگیر است، و 19 سال بی تو دل محرم دارد ای مسعود، به هم نسلان خود دارم همیشه عرف بیداری، به هم نسلان خود دارم همیشه عرف بیداری، نه پابوس کسی استم نه هم مداح درباری، چه کس آمد وطن را چون جهنم کرد می فهمیم، چه کس آمد وطن را چون جهنم کرد می فهمیم، خیابان دل ما را پر از نم کرد می فهمیم، سیاست پیشگان ما شنا را نابلد هستند، سیاست پیشگان ما شنا را نابلد هستند، درون آب پرتمساح جا را نابلد هستند، بیا از این وضع پریشان و پر از غم خسته ایم ای مرد، از این وضع پریشان و پر از غم خسته ایم ای مرد، ز دست ناکسان قفل دهان را بسته ایم ای مرد، بیا ای یادگار قهرمان جای پدر پر کن، بیا ای یادگار قهرمان جای پدر پر کن، درخت سرو آزادی ز شاخ با ثمر پر کن، کسی را در پی اهداف مرد جود میبینی، کسی را در پی اهداف مرد جود میبینی، زیارانش نشان حضرت مسعود میبینی، همه دنبال کاخند و فقط گفتار تکراری، تو هم آیا شبیه ما از این گفتار بیزاری؟ بله ما
بله ما از تبار بو علی و مولوی هستیم، یقینا پاسدار مثنوی معنوی هستیم. اگر ممکن شود گاه قلم را دور می داریم، برای دار سر را چون سر منصور می داریم. دو تن آماده بازی با پای میز یک شطرنج، دو تن آماده بازی با پای میز یک شطرنج. چرا حد چای می نوشند طعم چایشان نارنج؟ به ظاهر این دو تن دشمن و پشت پرده ها یارند، به ظاهر این دو تن دشمن و پشت پرده ها یارن. چه طرح غیر همدردی برای یک دگر دارن. برای کشور ما نقشه ها ترسیم می دارن، برای کشور ما نقشه ها ترسیم می دارن و سهم خیش در بازی چنین تقسیم می دارن. وزیر از تو و شاه از من، دو فیل از تو دو اسب از من، دو رخ از تو دو رخ از من. چه فنی بهتر از این فن؟ پیاده ها چه سرتیرند در این بازی شطرنج، پیاده ها چه سرتیرند در این بازی شطرنج، پیاده ها چه میمیرند در این بازی شطرنج. چه کس غیر از تو فرمانده طرفدار پیاده بود؟ چه کس غیر از تو فرمانده بگو یار پیاده بود؟ تفنگت رفته رفته کهنه شد فرسود فرمانده، تفنگت رفته رفته کهنه شد فرسود فرمانده. کجا کشور بدون تو دم آسود فرمانده؟ تو رفتی وا پس این سردار شرق و قهرمان قرن، وطن افتاد در دست دوصد نمرود فرمانده. تو خار چشم بودی بر تمام دشمنان، اما تو خار چشم بودی بر تمام دشمنان، اما دعای مردم آزاده با تو بود فرمانده. شناگر شناگر آب بازی نیز کار هر کسی جست، و در این آب پر از تمساح و گل آلود فرمانده. پکول و دست مال چار خانه بی تو بی معناست، پکول و دست مال چار خانه بی تو بی معناست. کسی تیپ ترازت می شود مسعود فرمانده. سلامت باشین، زنده باشین. این ملک آزاد در باور تو آزاد گردید از لشکر تو. احمد نشسته در سنگر تو، خدا یارش با، خدا یارش با. مرد آمدی و مردان نرفتی، شاخ جوانیت را شکستی. در رای دین در نجات مردان، نامت مبارک، نامت مبارک. نامت گرامی مسعود افغان، حماسه تو مشهور دوران. نام تو ثبت است در دفتر جان، نامت مبارک، نامت مبارک.